به نام یاد خدا و با عرض سلام به فراخبر خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید غزنی در آتش و دود، چگونه بخش‌های شهر غزنی هنوز هم به دست مخالفین است و نتیجه نبردها در این ولایت چه خواهد بود؟ در حدود ممکن 100 نفر نیروهای امنیتی و دفاعی تلفات داشته باشه، هنوز ارقام دقیق گفته نمیتونیم. در حدود در این تعداد و ممکن در حدود 20 تا 30 نفر مردم های بیگناه و بی دفاع ما ملکی هم باشه. و پسر ترامپ که برای بلند نشان دادن محبوبیت پدرش تصویر میزان محبوبیت او را فتوشاپ کرد. نبردها میان نیروهای دولتی با مخالفین و نامنیها چند روز بدین سو در ولایت غزنی به اوج رسیده است. باشندگان غزنی این وضع را برایشان دشوار میدانند. گفته می شود که بیمارستان غزنی از جان باختگان و زخمیان نبردها پر شده است و در بخش های هم نیروهای دولتی در داخل شهر به حالت آماده باش قرار دارند. مسئولان ارشد نهادهای امنیتی هم با ابراز امیدواری می گویند که به زودی تغییرات در وضع امنیتی این شهر به وجود خواهد آمد و امنیت بهتر خواهد شد. اما چرا دامنه جنگ در این شهر گسترده شد؟ آیا اقدامات حکومت برای تغییر وضعیت غزنی نتیجه خواهد داد؟ مهمانان من در این بحث آقای جنرال محمد رادمنش، معاون اداری ریاست ارتباطات استراتژیک و امور عامه وزارت دفاع ملی و همچنان آقای وحیدالله کلیمزای، ولی ولایت غزنی است. آقای کلیمزای روی خط تلفن با ما است و با اونا این بحث را آغاز میکنم. آقای کلیمزای سلام بر شما، در آغاز بگویید که از کجا صحبت میکنید شما؟ آقای کلیمزای صدای مرا اگر دارین در آغاز بگوین که از کجا صحبت میکنین و وضعیت در غزنی چگونه است؟ ظاهرا در خط تماس ما با آقای کلیمزای مشکلات فنی وجود داره و آقای کلیمزای تا لحظات بعد به خود خواهیم داشت. ما اینجای بحث هم با آقای رادمنش شده من میتیم. آقای رادمنش سلام بر شما. آقای رادمنش در آغاز بگوین که چرا جنگ در غزنی گسترده شد؟ دلیلش چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. سلام بر شما. سلام بر مردم زجر کشیده غزنی. و پیش از همه میخوایم بگیم که بر واه شهدای دفاعی، امنیتی و مردم ملکی ولایت غزنی طواف دعا میکنیم. شما میدانید که ما در عرصه ملی، منطقوی و بین المللی خوشبختانه حمایت های داشتیم، اما استخبارات پاکستان و دهشت افغانانی که اونها همیشه به خون مردم عادت کردند نخواستند که ترقی پیشرفت به خاطر حمایه که از ما شده در افغانستان به وجود بیاید. بنان از ولایت های اطراف غزنی، از پاکستان و همچنان بعضی از اراکین استخبارات پاکستان و بعضی تروریست های از کشورهای آسیای میانه و شرق افغانستان در اینجا اشتراک کردند و گفتند باید ولایت غزنی را به سقوط مواجه بسازند. بعضی مشکلات هم در غزنی بود که متاسفانه باعث این شد که در غزنی آتش سوزی ها و وضعیتی به وجود بیاید که شما در تصاویر دیدید. خب این مشکلات در کجا بود آقای رادمنش؟ یافته شما چی را نشان می دهد؟ کمکاری ها و کاستی ها در کدام بخش ها بود؟ خب یقینا که باید روی از این موضوع بعد از اینکه فعالیت های محاربوی در غزنی ختم شود تحقیقات صورت بگیره. خب ولی مهمی است که مردم بفهم آقای رادمنش، وقتی که یک حمله به این بزرگی دشمن تحریزی میکنه و چند ولایت هم بگونی اشر سرباز میخواه و میخواه که اینجا جنگ را انجام بده، چرا جلوش گرفته نشد؟ کوتاهی های بوده و این کوتاهی ها یقینا باعثی شد که در شهر غزنی وضعیت بمیشه. سپاس آقای رادمنش، با شما این بحث ادامه خواهیم داد. اما یک بار دیگر آقای کلیمزای با ما وصل شدن. آقای کلیمزای سلام دوباره بر شما. آقای کلیمزای در آغاز بگوین که از کجا صحبت میکنین و این وضعیت ولایت غزنی چگونه است؟
آقای کلیمزایی صدای من رو میشنوید؟ صدای شما رو میشنوم. بفرمایید آقای کلیمزایی، با ما وصل شدن، بگوین که از کجا صحبت میکنین و این وضعیت ولایت غزنی چگونه است؟ بیندو عزیز، آنچنان که این مشما آگاستیم خدمات مخابراتی هم در ولایت غزنی قطع است، بمین منظور تماس ما به شکل بهترش با آقای ویدولای کلیمزای ولی ولایت غزنی وصل نمیشه و ما این بحث با آقای رادمنش در استودیو ادامه میتونم. اگر یک بار دیگه شد و آقای کلیمزای با ما وصل شد حتما با اونام گفتگوی خواهیم داشت. آقای رادمنش، مهمی است که در ولایت های همجوار مثلا در ولایت خوص، لوگر و میدانوردک کندک های اردوی ملی حضور دارن و به صدها و هزارها سرباز ایجا، چرا جلوی نیمی حمله گسترده مخالفین گرفته نتونسته؟ ببینید، من قبلا بر شما گفتم که لوایی که در خود غزنی بود میتوانست به تمام چالش هایی که در غزنی ادامه داشت جواب بده، اما به این متیقین باشیم که پاکستان با همو تجربه استخباراتی که داشتن خواستن در همون شب ما را بازخیم بکنن و در همان شب این فعالیت ها را سازماندهی کرد. خب چرا شما آمادگی نداشتین؟ ما آمادگی داشتیم. آمادگی ما این بود که ما از شهر دفاع کردیم، ولی تا آخرین رمق شما دیدیم که هم قمندان پلیس بود، هم امنیت، هم مرکز هماهنگی ما و هم کندکی که در اونجا وظیفه داشت. بالاخره جنگ شد و جنگ را انجام دادن، ولی چون تعداد زیاد پرسنل ازیا بود. با شما برخواهیم گشت بیندو عزیز. دوباره آقای کلیمزای وصل شدن. آقای کلیمزای سلام، دوباره بر شما بگوین که وضعیت در غزنی چگونه است؟ آقای کلیمزای، من تکرار میکنم، اگر صدای مرا میشنوین لطفا بگوین که وضعیت در غزنی چگونه است؟ مهربانی. تماس ما با آقای کلیمزای متاسفانه وصل نمیشه و ما این بحث در مورد وضعیت ولایت غزنی در استودیو ادامه میتیم. آقای رادمنش، با شما دوباره وصل میشیم، میبینیم که وضعیت غزنی در این تماس تلفنی هم واضح میشه که چی میگذره. سوال اساسی نمی است، وقتی که میگن استخبارات دست داشته پاکستان، همشان طالبای داخلی نمی اینه میتونه حمله را راندازی کردن. خب واضح است که توانایی شما با اونا قابل مقایسه نیست. در جنگ چرا جلوش گرفتنش؟ در جنگ همیشه همینطور است. در جنگ یا باخت است یا برد، و در جنگ یا تعرض است یا مدافع است یا عقب نشینی، و در اینجا دشمن توانست یک سلسله فعالیت های را با همون خصوصیتی که داشتن انجام دادن. مردم ما را متضرر ساختن، تعدادی از نیروهای امنیتی و مردم ملکی را شهید ساختن و بالاخره ما تا اندازه ای که توانستیم در مقابل با او از ظرفیت های خود استفاده کنیم، ولی چنانچه شما دیدین از شهر غزنی تا اندازه‌ای که توانستیم دفاع کردیم. ولی آقای رادمنش، سوال دیگه اینه، سوال دیگه اینه که چرا دیر اقدام کردیم در حالی که چند روز از در غزنی جنگ جریان داشت؟ ما در داخل غزنی بودیم. اقدام ما همو بود که ما نمانیم. مثلا در اکثر نقاطی که ادارات دولتی بود ما از او حمایت کردیم، مدافع کردیم، اما همی بود امکانات و همو ظرفیت هایی که توانستیم در اونجا به استعمال بگیریم. ولی چرا استفاده خوب نکردین آقای رادمنش؟ چندین نهاد دولتی را می طالب آمد در داد، راه مواصلاتی را قطع کردن، پل و پلچک ها را می رقم در روی سرک ها کوچه به کوچه جنگ شد. این امیر چرا جلوش گرفته نتونست؟ بیاین که با فرصت مساعد که چنانچه ولی مردم انتظار داره که بفهمند. بله یقینا مردم باید بفهمند و ما باید به مردم جوابگو باشند، اما جواب قانع کننده شما به مردم افغانستان خب چیست؟ برای باشندهای غزنی چی میگه؟ جواب قانع کننده دو مسئله است. یک مسئله ای که فشار ناگهانی و زیاد استخبارات منطقه و دهشت افغانانی که از ولایت اطراف به شکل نهادهای کشفی و استخباراتی قبلا به شما از چنین عملی اطلاع نداده بود؟ ببینید اطلاع دادن، اما این جنگ تا لحظات بعد ادامه خواهیم داد. آقای رادمنش، بیننده این گفتگو هم پس از این برنامه باشید.
عزیز باز هم خوش آمدید. در این بخش بحث آقای قیوم سجادی عضو مجلس از غنی از غزنی هم با ما در استودیو هستن. همچنان آقای رادمنش به خود دارم و یک بار دیگه آقای وحیدالله کلیمزای ولی غزنی روی خط تلفن با ما وصل شده و خدا کنه که این دفعه تماس ما برقرار شود. آقای کلیمزای سلام، دوباره بر ما بگوین که در کجای غزنی هستین و وضعیت در غزنی چگونه است؟ خب متاسفانه تماس ما با آقای وحیدالله کلیمزای ولی غزنی چند بارم تلاش کردیم وصل نشد و نتونستیم از آقای کلیمزای بیشتر جزئیات داشته باشیم. اما در استودیو آقای سجادی هم با ما هستن. آقای سجادی سلام بر شما. آقای سجادی، این جنگ در غزنی از دید شما به عنوان نماینده مردم غزنی چرا تا این اندازه طولانی شد و به می اندازه وحشت آورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما بینندگان محترم، جناب رادمنش. من فکر میکنم که آنچه که در غزنی اتفاق افتاد نشان دهنده یک نوع بی‌مسئولیتی بسیار جدی بود که در نهادهای امنیتی افغانستان وجود داره. ما از 5 ماه قبل بارها و بارها با مسئولین امنیتی در ارتباط با همین وضعیت هشدار دادیم و گفتیم غزنی سقوط میکنه. حتی روز 5 شنبه ساعت 11 قبل از ظهر که شامش حمله سنگین طالبان رو ما به غزنی داشتیم، ما با وزیر داخله نشستیم و این مسئله رو یادآوری کردیم. متاسفانه هیچ توجهی صورت نگرفت و مهمتر از همه درد جانسوزی که وجود داره است که در شب جمعه وقتی این قضیه اتفاق افتاد، ما وقتی تماس گرفتیم با مسئولین امنیتی گفتن که امی که هوا روشن شود کمانداها و نیروهای کمکی به غزنی فرستاده میشود. اینمی نیروهای کمکی که گفته شد از وزارت دفاع دسانت میشه به غزنی، از مسیر زمینی وقت حرکت کردن 3 روز در پشت دروازه های شهر غزنی اینا متوقف باقی ماندن و وارد شهر نشدن تا ای که دشمنان آمدن شهر را ویران کردن، مردم را قتل عام کردن، آتش افروزی کردن. بعد از او اینا وارد اقدام شدن. چرا نشدن؟ ای رو باید مسئولین حکومتی باید جواب بده. ببین دو سه تا مسئله وجود داره. اولین مسئله ایه که حکومت زمانی میتونه در برنامه های خود موفق باشه که با مردم راست بگه و صادقانه برخورد بکنه. متاسفانه حکومت افغانستان، مسئولین امنیتی ما با مردم خود صادقانه برخورد نمیکنه و راست نمیگه. آقای سجادی، یک بحث دیگه. در خوست، لوگر و میدان وردک کندکای از اردوی ملی است. همین گونه در داخل خود غزنی، مثلا در مقرس، در قره‌باغ، در اندرز و همشان در داخل خود شهر یک لوای دیگه از اردوی ملی است. نزدیک به 7000 پلیس ملی و محلی در غزنی وجود داره. همین گونه به صدها قطعات از امنیت ملی در این ولایت فعالیت میکنه. این میا چرا درست مدیریت نشد که وضع غزنی تا اینجا رسید؟ مردم چی میگن؟ شما به عنوان نماینده وقتی که نگرانی تا مطرح ساختین، بر شما چی پاسخ دادن؟ مسئولین امنیتی برای ما همیشه پاسخ میدن که ما رسیدگی میکنیم، ما اقدام میکنیم، ما برنامه داریم برای اینکه وضعیت امنیتی غزنی را بهتر بسازیم. پس اصل مدیریت جنگ در غزنی چگونه بوده؟ قبل از سقوط غزنی ما شاهد سقوط مکرر ولسواله های اطراف غزنی بودیم. حتی اقدامات صورت گرفت که خودش متاسفانه نشان دهنده ای بود که گویا پروسه روان است که غزنی رو سقوط بکشانند. پسته های ورودی دروازه های شهر غزنی رو اینا برداشته بودند. زمینه کاملا مهیا بود برای ورودی دشمن. هیچ گونه خلای معلوماتی وجود نداشت. مقامات امنیتی ما کاملا میفهمیدند که ولسواله های اطراف غزنی سقوط کرده، نیروهای دشمن تجمع گسترده ای را در دروازه های شهر غزنی انجام داده و عنقریب وارد شهر غزنی میشه، اما هیچ اقدامی نکردند. و تأسف بارتر این که حتی با ورود دشمنا به شهر غزنی هم نیروهای کمکی که از کابل رفته بودن اجازه عمل پیدا نکردند و اینا وارد عمل نشدن. امروز تازه اینا وارد عملیات تصفیهوی وارد شهر غزنی شدن که اون هم بعد از اینکه دشمن تصمیم گرفته و ایرانی خود انجام داده، غارت خود را انجام داده، مراکز دولتی را با آتش کشیدن، تجهیزات و اکمالات نظامی پسته ها و پوزه های پلیس را با غارت بردن و عقب نشینی تاکتیکی کردن. بعد از او تازه نیروهای دولتی وارد عمل شد. آقای سجادی، در مورد این که مقامات امنیتی میگن که سریع کار کردن و همچنان موضوعات را که وزیر داخله گفت، مثلا گفت که ادعای گروه طالبان آدمی چند روزه که میگن کاملا دروغ است و گفت که زندان ولایت غزنی، فرماندهی پلیس، سایه بالای سار غزنی، اوزی اول شهر غزنی کاملا از وجود گروه طالبان پاکسازی شده و نیروهای امنیتی پاسخ بسیار جدی به طالبان و حامیاش در غزنی دادن. این موضوع رو چگونه تحلیل میکنید؟
اولا من با تاسف عرض میکنم که آنچه را که ابراز میکنه مقامات امنیتی غیر واقع بینانه و دروغ است، واقعیت نداره. همه الان که ما و شما در رابطه با غزنی بحث میکنیم، دشمنا در داخل شهر غزنی حضور داره، تلاشی خانه به خانه را شروع کرده در خیریت ساحات، افراد دولتی را شناسایی میکنه، خانه های منصوبین اردوی ملی و پلیس و افراد دولتی را با آتش کشیدن. چطور اینا اقدام کردند؟ و تازه علاوه بر این، اینا وقت از روز جمعه حادثه اتفاق افتاده، از شب جمعه، وقتی از صبح روز جمعه نیروهای کمکی از کابل به سمت غزنی حرکت کردن، شنبه، یک شنبه، امروز دو شنبه، سه روز اینا وارد شهر غزنی نشدن اساسا، و فرصت کامل برای دشمن داده شده. نیروهایی که در غزنی می جنگیدن فقط اونمو فرزندان سلحشور و با افتخار بودن که در پلیس و اردوی ملی غزنی انجام وظیفه می کردن. از بیرون از غزنی هیچ گونه اقدام عملی و فعال برای نجات جان مردم و شهروندان، برای دفاع از مال و دارایی مردم و برای دفاع شهر مردم انجام نشد. آقای سجادی، آقای رادمن، حرفای شما را آقای سجادی رد میکنه و میگه که تا تاخیر صورت گرفت و اجازه جنگ به کس داده نشد. ببینید، ما در منطقه دشت توپ و منطقه سالار به خاطر ازیک قطار ما، قطار لوای حمایتی ما و قطار تحرکات ما به غزنی برسه، ما سه روز از جنگ میکنیم. و چنانچه جناب آقای سجادی هم خبر دارن، در اونجا موترهای ملکی و همو ترکای بسیار بلند در بین سرک قلف کرده بودن و بالاخره کلیش از دریور گرفتن و رفتن و بسیار موانع مختلف در اونجا به وجود آوردن. و ما تانسته امروز صبح این موانع را از بین ببرین و داخل شهر غزنی شوین. همین اکنون کمادوهای ما داخل شهر غزنی هم است، از غزنی تا پیارتی هم پیش ماست و در داخل بالا حصار هم خود قمندان لوای ما قرارگاهش است. و در این زمان کندکای پنج و دوی ما هم در داخل غزنی و هم در دهیک هستن و همین محلات گرفتیم. شما پیشتر گفتین که نهادهای استخباراتی در مورد نیمی حمله از قبل بر شما اطلاع داده بود. پس وقتی که با اینیم این گونه یک جنگ دشمن تعریزی میکنه، برنامه شما که بتونه پاسخ به توانی رخونسا بسازه چی بود؟ ببینید، جنگ یک واقعیت تلخی است که همیشه بعضی چیزها دو پیشبینی میشه و بعضی چیزها نمیشه. واقعاتی که تصادفی به وجود میاد در عرض راه و در بعضی محلات، جنگل ها و موانع، ایره گاه وقتی پیشبینی میکنین به اون شکل نیست. مثلا هیچ کس نمیفهمید که این وسایل به این اندازه در داخل سرکا قفل میشه و کلیدش توسط طالب رو بوده میشه. روی منظور ای هم یک موارد، یعنی در مورد این تکنیک طالبا خبر نداشتین و این تکنیک طالبا تصادفی به وجود آمد، تصادفاً این مشکل بود. وحشت را که خلق کردن که آقای سجادی در موردش صحبت کرد، خب کار تازه از یا نبود، یعنی فهمیده میشد اگر این منطقه سقوط بکنه متوجه یک وحشت داشت ایجاد میشه. ما همین قطار ما به خاطر ازی رفته بود که از وحشت جلوگیری بکنه، ولی ما به محل نرسیدیم و همین وحشت به وجود آمد. ولی در داخل عمق ازی وحشت ما فعالیت های را کردیم، نمانند که ولایت پلیس و همچنان مرکز هماهنگی ما و ریاست امنیت ملی که در اونجا همون تعداد پرسنلی که داشتیم از اون مدافع شد. و در این زمان شما خبر دارین که دشمن در خود اولیسولیا هم لوای ما را مصروف ساختن و ما در او مصروفیتی که بودیم، خب بالاخره این حادثه به وجود آمد. واقعا این حادثه ناگوار است. پس فعالیت‌های اخیر را که شما انجام دادین آقای رادمنش، پس همی اکنون چرا غزنی امن نیست؟ چرا مثلا در غزنی فعلا برق نیست، شبکه مخابراتی کار نمیکنه و یک نان تا پنجا رو پرست؟ این تخریب کاری هایی که کردن یک وقت میخواد که دوباره هم امار شوه و هم وضعیت به حالت عادی در بیاید. ولی همین اکنون بعضی دکان ها در اونجا باز است و در این زمان قطعات ما خصوصا کماندو از منطقه دروازه که پهلوی خط است، یعنی سرک عمومی است، تا ولایت اینجا را امنیت کردن و همی ادامه دارد. آقای سجادی، وحشت را که خلق کرده دشمن، مثلا از خط برق تا
قطع شدن راه مواصلاتی که تا نان بالای مردم قطع شده، مخابرات کار نمیکنه، شفاخانه از کشته و زخمی پر شده و میرقم با جنگی را که انجام داده و وحشت را خلق کرده و ترس را بر مردم ایجاد کرده، مردم غزنی چی میگن در مورد این میگونه که عملی که بالایشان صورت گرفته؟ ببینید، افکار عمومی با توجه به کمکاری و اقدام دیرهنگام و برخورد غیر مسئولانه مسئولین ارشد امنیتی کشور، انتباهشان این است که گویا یک تعمدی در کار بوده. خب این یک بخش کار است، ولی بخش دیگه برمیگرده به مخالفینه که مثلا در عید رمضان آمدن با مردم آتش بس کردن. دلیلی عمل کرده مخالفین مردم غزنی چی میگه؟ از طرف دیگر در واقع این قضیه قابل پیش بینی بود. ما بارها و بارها به تکرار 7 بار با وزیر محترم دفاع ما نشستیم در طی 2 ماه گذشته و گفتیم که وضعیت غزنی خطرناک است و غزنی سقوط میکنه. اگر پشت قضیه اغراض و اهداف شوم سیاسی نباشه که قربانی او مردمان ملکی و بیگناه میشه، هیچ توجیهی نداره این همه اقدام همراه با تأخیر مسئولین امنیتی ما. آقای رادمنیش داره میگه که ما در سالار یا کدام نقطه دیگه بند ماندیم. قرار گزارشاتی که ما داشتیم در شب شنبه یعنی غروب روز جمعه نیروهای کمکی وارد کوتل روزه غزنی شده، تا کوتل روزه رسیده. چرا دو شبانه روز کوتل روزه اینا متوقف ماندن؟ چرا تا امروز صبح اینا اجازه عمل پیدا نکردن؟ وارد عملیات نشدن؟ هنوز دشمن در داخل شهر تلاشی خانه به خانه رو شروع کرده. خیلی خیرات من شرط کردین موضوع را، گفت نیروها حضور داره، تا گفت دکانان باز شده. امروز صبح نیروها وارد شهر شده، ولی هنوز هم دشمن هم در داخل شهر است و تلاشی خانه به خانه هم ادامه داره و مردم به شدت نگران است از اینکه شب آینده و روزهای آینده غزنی با چه سرنوشتی مبتلا خواهد شد. که نظمی عمله گفتم میشه آقای سجادی، برخورد نیروهای امنیتی چگونه بوده در برابر مخالفین؟ ببینید، اونایی که در داخل شهر غزنی بودن، از فرزندان پلیس و اردوی ملی که در داخل شهر غزنی بودن، اونم اونها جنگیدن. هیچ نیروی کمکی بیرون از غزنی تا امروز صبح به فریاد اونا نرسیدن. آقای سجادی، شما امیدوار هستین که تا 24 ساعت آینده و اونچه که روز گذشته دروز گفته بودن وضعیت غزنی تغییر خواهد کرد؟ هیچ گونه ما امیدواری نداریم. با توجه به دروغای مکرری که ما شنیدیم، ما هیچ باور نداریم که در کوتاه مدت تغییر در وضعیت ایجاد شد. نیروهای امنیتی در میدان جنگ انجام میده، با توجه به او باورمندی شما به کجا میره؟ این دیگه همو خینه بعد از عید. متاسفانه دشمن آمد، زور آزمایی خود را انجام داد، به دنیا نشان داد که میتونه یک ولایت را به سقوط بکشانه، شهر را با آتش کشید، مردمای ملکی و بیچاره رو در بدر ساخت و مردم را کشت، نیروهای امنیتی ما قتل عام شدن. آلی اگر اقدامات انجام میشه دیگه، این در واقع دشمن از ضعف دشمن نیه، اونا اعلام کردن دیگه بعد از خود رسیدن. متاسفانه واقعا رادمنش از شما داریم، بس سپاسگزار هستم و پایان فراخبر. خدا من نگهدارتون. موسسه گالوب یک نظرسنجی را برای ارزیابی میزان محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور را اندازی کرده بود که جان کینگز مجری شبکه تلویزیونی CNN این نظرسنجی را ارائه و به نشر سپرد که در آن آمده بود که میزان محبوبیت ترامپ 40% است و از باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در همین مدت ریاست جمهوریش 45% بوده. اما زمانی که این نظرسنجی به نشر رسید، دونالد ترامپ جونیور پسر ارشد ترامپ تصویر دستکاری شده را در صفحه اینستاگرام خود به نشر رساند که در آن 10% میزان محبوبیت پدرش بلندتر از میزان واقعی آن را نشان میداد، که با نشر این تصویر از سوی وی ده ها هزار نفر از کاربران اینستاگرام تصویر فتوشاپ شده پسر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را مشاهده کردند، تا اینکه وی مجبور شد از صفحه اینستاگرام خود این تصویر را حذف کند. او گفت که درباره جعلی بودن خبری که او در صفحه اینستاگرامش به نمایش گذاشته بود اطلاعات نداشته است. پیش از این نیز ترامپ مدعی شده بود که محبوب ترین رئیس جمهور جمهوری خواه است و میزان محبوبیت او بالاتر از ابراهام لینکلن اولین رئیس جمهور جمهوری های آمریکاست. این در حالی است که در زمان لینکلن هیچ نظرسنجی رسمی برگزار نشده بود. در این حال چند پیش نیز مرکز تحقیقات پیو در گزارش اعلام کرده بود که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در صدر فهرست محبوب ترین رؤسای جمهور آمریکا قرار دارد.